سلام مجدد دارم برای تک تک بیننده های گران قدر که از اول بیننده برنامه عصر حریوا بودن و دوستانی که جدیدن بیننده هستن و برنامه خود را از تلویزیون اصلاح میبینن. در بخش از برنامه عصر حریوا جناب استاد بانو حفظه امین در برنامه با خود دارین و به سلسله برنامه هایی که در مورد حقوق خانواده داشتن امروز میخواییم روی مسئله نفقه صحبت بکنیم که خود نفقه چی هسته، چی زمان لازم میشه و ای که نفقه به دوش چی فرد میتونه باشه، روی ازی بیشتر صحبت میکنم و در نخست من خیلی خوش آمده میگم بانو امینر در برنامه. بسیار ممنون. به نام خداوند مهربان و توانا درود و سلام و حرمت خدمت شما به بینندگان گرامی شبکه تلویزیون اصلاح و به خصوص بینندگان عزیز برنامه عصر حریوا. عصر همگی شان بخیر، به امید که همگی سلامت و سلامت باشند. تشکر بسیار زیاد جناب استاد. هم قسمی که گفتم امروز میخوایم روی موضوع نفقه صحبت بکنیم و به نظر شما یا از نظر حقوقی و از نظر شرعی حکم دادن نفقه چی هست و چی زمانه میتونه لازم بشه دادن نفقه برای یک فرد؟ بسیار سپاسگزارم. یکی از مسائل خیلی مهم مالی در نظام یک خانواده بحث موضوع نفقه است که یا به تعبیر دیگر دومین حقی که یک خانم به عهده شوهر خود داره یا اعضای از او خانواده با به عهده مرد از او خانواده دارن بحث موضوع حق نفقه است. قبل از اینکه بخوام حکم رو بیان بکنم، اول اینو میخوام بیان بکنم که خود همین نه فقط شامل تمام نیازهای زندگی یک خانواده هست، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی و همه احتیاجاتی که در یک خانواده خانم و سایر اعضای از او فامیل دارن، این میای شامل بحث مسئله نفقه میشه. و از طرف دیگه در شرایط امروزی موضوع نفقه یکی از مسائل خیلی مهم و چالش انگیز در یک فامیل آماده ایجاد شده، به خاطر از اینکه در بعضی از وقت‌ها یا در بعضی از خانواده‌ها فکر می‌کنم بعضی از مردها در رابطه با حکم از این مسئله یا همون مسئولیت که دارن او رو فراموش می‌کنن. امروز ما بیاییم به نامه‌های عدلی و قضایی یک سری بزنیم و نگاه بکنیم، می‌بینیم که قضایایی که به خاطر تأمین نفقه هست به وفور پیدا میشه و خانم‌های زیادی بعد از یک سال دو سال تحمل سختی ناچار مجبور میشن که به خاطر عدم نفقه خود اونا بیاین مراجعه بکنن به مراجعه عدلی قضایی و از آنجا بخواین که شوهر از اونا توی قانون مکلف به ادای به پرداخت همو مصارف زندگی از اونا بشه. خب این موضوع عوامل و مشکلات بسیار داره. یکی از اون بحث خود مسئله سفرهای مدها هست که بعضی‌ها به خاطر موضوع کاری یا غیر کاری وقت سفر میکنن و همسر خود تنها میگذارن، به اساس او خانم از حق نفقه خود محروم میشه و چون به کسی نیست که دیگه تامین مو مخارج زندگی از او بشه. یا ای که بیشتر در خانواده هایی که چند همسری موجود هست، مثلا دو همسر یا سه همسر هست، در اونجا میبینیم که مرد از او خانواده توجه کمتری به مخارج زندگی همسر دیگر خود یا اگر سی همسر داشته باشه فقط به یک توجه میکنه یا همون همسر که از اخی گرفته و بقیه بدون داشتن نفقه رها میکنه، در حالی که شاید او مرد خیلی از احکام اسلامی دیگری که بر او فرض باشه اونا ترک نکنه. مثلا شاید نماز خود ترک نکنه، روزه خود ترک نکنه، به حج مثلا بره و خیلی از احکام دیگری که در اسلام گفته که بر مسلمان فرض و واجبه که ایده مراعات بکنه اونو ادا میکنه. اما حتی در بعضی از خانواده با وجود از این که یک همسر دارن به چنین فرزند دارن، میبینیم بعضی از مدها با وجود از این که توان مالی دارن که برای همسر خود خرج بکنن، مصارف زندگی از پرداخت بکنن، ولی نمیکنن این کاره و اما عشق و علاقه زیاد به مال باید سازی بشه که کمی موضوع تنگ بگیرن میدانن و خیلی از مقدار مالی اندک برای خانواده خود مصرف کنن.
و در حالی که در سایر موضوعات وجود فرایز شاید انسان خیلی پایبنده باشن. به می اساس خلاف از صحبت های ما این هست که برمیگردیم به خود بحث مسئله حکم پرداخته نفقه توسط یک مرد. حالا اون مرد امکان داره که تحت سپرستی از او، همسر از او، مادر از او، خواهر از او و اطفال از او باشن، یعنی اشخاص زیاد امکان داره که تحت سپرستی از او باشن و او مکلف باشه که او را پرداخت بکنه. خب خیلی از خانواده ها یا خیلی از مردان ما با وجود از این که این را تأمین میکنن نفقه خانواده خود، به شکل های گوناگونی در اینجا یک سری آزرد خاطر هم به خانواده خود ایجاد میکنن. مثلا همیشه منت میگذارن به خانواده خود که ما برای تو خرج میاریم و مصرف میکنیم و کار میکنیم، یا بیشتر بر فرزندان خود منت میگذارن که من صبح تا شام کار میکنم و زحمت میکشم و برای شما مصرف میکنم، که خود منت گذاشتن هم یک کار درست نیست، به خاطر از اینکه آنچه که یک مرد انجام میده از لحاظ شرعی و از لحاظ حقوق اسلامی و از لحاظ حقوق قوانین وضعی کشور ما، یک مرد بر او پرداخت نفقه خانواده یا از او واجبه. که در مذاهب غیر از حنفی، شافعی و حنبلی و مالکی، خب در اونجا که بین فرض و واجب فرق قائل نمیشن، به مرتبه فرض میرسونن. این میگن که همون فرضه بر مرد که باید نفقه فامیل خود پرداخت بکنه. در فقه نظر بعضی که بین فرق و واجب فرق قائل میشن، برای هم میگن بس فقه اعناف میگن بر مرد واجبه که او مکلفه که بیایه نفقه خانواده خود تأمین بکنه. پس در این اساس حالا ما چی به درجه فرض واجب بگیریم، هر دو نزدیک هم هستن، از لحاظ مکلفیت فرق نمیکنه. این تکلیف یک مرده، وقتی که یک کار بر یک انسان تکلیف یا مکلفیت میشه، او نباید به خاطر ادای وظیفه و مسئولیت و تکلیف خود او بیا بر دیگران منت بگذاره، یا ای که بیا مثلا امو تامین پرداخت فامیل خود او در به شکلی که باید انجام بده او در انجام نمیده. پس بر این اساس خود تامین مصارف زندگی یک خانواده به خصوص در قسمت خانم، ای بر یک مرد واجبه که باید نفقه خانم خود پرداخت بکنه. و از طرف دیگه هم ما در بعضی از خانواده ها میبینیم که به خاطر همون اختلافاتی که بین زنهای از او خانواده هست، متاسفانه بعضی از زنها مانی عظیم شدن که یک زن به حق نفقه خود نتونه برسه. مثلا یکی از بحث های نفقه همون بحث حق تداوی و مسائل صحی یا خانم هست که در از فرین وقت باید به دکتر بره و به او رسیدگی بشه و از لحاظ صدمری به توجه بشه. که من خود من خیلی زیاد در بین خانم ها این موضوع دیدم که مثلا وقتی مرد میخواد برای خانم خود توجه بکنه، مادر از او که به حال مادر شوهر میشه یا خواهر شوهر از او، به خاطر یک سری موضوع جزئی که بین خانم ها مطرح میشه، یعنی میایند کاری میکنن که این مرد به خانم توجه نکنه. در حقیقت کاری میکنم که حق همی خانم خوده مرد به نوعی اصلا از او ادا نکنه و او توجه نکنه، که در اینجا هم یک خیلی مشکل بزرگی هست. و خانم هایی که یعنی در او فامیل هایی که این موضوع هست یا نمیگذارن که یک مرد به خانم خود از لحاظ قضا، مسکن، اینها توجه بکنه، رسیدگی بکنه، اینا در حقیقت از لحاظ شرعی یک نوع گناه و معصیت مرتکب میشن. چون وقتی ما یک حق به حق یک نفر ظلم میکنیم و حق او رو پایمال میکنیم، خب این یک نوع از لحاظ دینی و از لحاظ شرعی ما یک نوع معصیت انجام میدیم. ما خیلی شاید هستم، خیلی از فامیل ها مثلا بزرگ از خانواده که مادر شوهر یا همون مادر از خانواده هست، مثلا از لحاظ عبادی یک زن متقی هست، نماز خود ادا میکنه، روزه میگیره، از کار همگی تلاوت اینا میکنه، ولی در قسمت مسائل توجه به زنهای از خانواده که میشه، این در قسمت بیتوجهی میکنه و یا کاری میکنه که مردان از خانواده
برای از خانم ها کمتر مصرف بکنن و به نحوی مانی عظیم میشه. و اگر مصرف میکنن این موضوع در یک مشکل بزرگ ایجاد میکنه و در بعضی از فامیل ها این قضیه میاد برعکس میشه. خب در پلو از این که نفقه زن بر عهده شوهر از او واجبه، نفقه مادر یا نفقه خواهر اینا هم بر عهده مادر و خانواده واجبه. و در بعضی از فامیل ها ما یک قضیه به عکس میبینیم که مثلا در یک فامیل که باشن که یک عروس باشه و مادر شوهر باشه و بخواهی که همون پسر برای همون مادر خود توجه بکنه و خدمت بکنه، باز میبینیم به بعضی از جایی به عکس میشه. مثلا این خانم اجازه نمیده که تو چرا برای مادر خود یا برای خانواده خود میری مصرف کنی و اونو تامین مصارف و زندگی میکنی، که هر دو از این مسئله در هر حالته که اگر در اینجا هم که ما بخواییم یک فرد در مانی و ادای وظیفه از او بشیم، پس در اینجا ما یک نوع معصیت و گناه رو انجام میدیم و یک کاری میکنیم که در همه مشکلات خانوادگی یک مشکل ما به او بتونیم بیشتر اضافه بکنیم. تشکر جناب استاد. به چی دلیل آماده خود موضوع نفقه یا نفقه برای یک مرد واجب کردید؟ کدام عوامل باعث ازش شده که تمامی مسئولیت و نفقه خانم، تمام کسانی که در یک خانواده وجود دارن به دوش یک مرد بیفته؟ بسیار ممنون. به نکته خیلی خوب اشاره کردن، بحث وجوب نفقه اولا یک بحثی هست که ما این هم در حقوق اسلامی و هم در قوانین کشور خود یک بحث داریم که طبق آیات از قرآن کریم و احادیث و اجماع فقها و طبق ماده های قوانین کشور ما، طبق از اینا ثابت میشه که بله بر مرد یعنی این وظیفه یا این مسئولیت بر مرد واجب است. و از طرف دیگه به خاطر از اینکه خود خلقت خداوند بر همی بوده که یعنی مرد و زن بر همی گونه سرشتی خلق کرده، که نمو مسئله تأمین نفقه که یک کار سخته هست و نیاز به تلاش و زحمت بیشتر داره، ایده به عهده مرد گذاشته و زن همه قسم ظریف خلق کرده که کارهایی که ظریفتر هست و اونها رو به عهده یک خانم گذاشته تا یک نظام زندگی به نوعی احسن از او یا به نوعی درست از او در همون خانواده به پیش بره. مثلا امروز در دنیای قبل یا در جاهای غیر اسلامی قانون بری است که مرد و زن هر کس مغلبه که خود از او بیایه تأمین مصارف خود بکنه و این در بعضی از جا خیلی برای یک زن ایجاد مشکل میشه، چون بعضی از کارهای شاید او زن نتونه انجام بده، در بعضی از مکانها شاید او زن نتونه افتامت بکنه، در بعضی از وقتها مثلا دست زرفه شب نتونه او زن کار بکنه و تأمین خرج خود و فامیل خود بکنه، در حالی که مرد میتونه که به راحتی بدون کدام خطر این کار خود انجام بده. پس بعدی اساس تحقیقات ثابت کرده که یکی از عواملی که این روزه زنهای غیر مسلمان میشن به خاطر همین مسئله هسته، که مسئله خود بحث مسئله تأمین نفقه هست که ایده میایه مرد پرداخت میکنه. از این موضوع که بگذاریم به بحث اثبات وجوب از وقت ما نگاه بکنیم، اولا در قرآن کریم الله متعال در سوره بقره و در سوره طلاق و سایر سوره ها بحث به نام موضوع خود پرداخت نفقه رو باز میکنه و از این آیات مسئله وجوب پرداخت نفقه توسط مرد به خانواده به اثبات میرسه. اولین بحث از خود آیه 7 سوره طلاق هست که الله متعال بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لینفق ذو سعة من سعته. میگه باید نفقه بده او کسی که به او خداوند توانایی داده و من قدر علیه رزق او، و کسی که به او خداوند یک مقدار رزق و روزی برای از او مقدر کرده. فلینفق مما آتاه الله، میگه پس باید شما انفاق بکنیم از آنچه که برای شما خداوند عطا کرده. لا یکلف الله نفسا، خداوند هیچ کس بیشتر از توان از او مکلف نمیکنه. الا ما آتاها، ما به آنچه که خداوند بر او بنده خود توانایی داده. سجعل الله بعد اس نسن، خداوند به زودی میگه بعد از هر نوع سختی بر شما آسانی
فراهم میکنه. یک آیه خیلی با عظمتی هست که برای یک خانواده پیام های خیلی بزرگ و ارزشمندی میتونه داشته باشه. اول از اون میایه خداوند این گونه آیه باز میکنه که میگه باید مرد نفقه خانواده خود از آنچه که بر او خداوند توانایی داده و روزی داده. یعنی او اندازه که خداوند برای از اومد رزق و روزی داده، او باید از او برای خانواده خود نفقه بکنه، خرج بکنه. و همچنان مثلا بعدی میگه که بعد از هر سختی یا تنگدستی آسانی هست. یعنی که اگر یک زمان در قسمت تعمیم مخارج زندگی مثلا موزد کشور ما مثلا بیکاری، فقر در خانواده خیلی زیاد هست، اگر یک زمان همچین حالت واسه خانواده ایجاد میشه، یک مدت از لحاظ مالی مثلا ما به مشکل برمیخوره، باید بقیه اعضای خانواده هم از اومد همکار باشن، صبر بکنن و بی صبری نکنن به خاطر مسائل مالی. اگر کدام چیزی کمتر میشه یا اصلا شاید یک بعضی از مخارج زندگیش اصلا تامین نشه، میگه اگر برای شما تنگدستی ایجاد میشه، اگر برای شما سختی ایجاد میشه، بعد از او آسانی هست. یعنی خداوند اگر شما به او حالت صبر بکنه، بعد از او حتما خداوند زندگی شما آسانی ایجاد میکنه و مشکلات مالی شما برطرف میشه. مسئله بعدی در خود سنت هست که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و در بسیار از احادیث به مسئله نفقه توجه وافر میشه. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خود عمل میبینید که پیامبر خود از اون شخصا همیشه به صورت مساویانه برای تمام از ازواج مطهرات تأمین نفقه میکردن. خلفا شدین صحابه همگی بزرگواران، ایده در عمل از اونا این موضوع به اثبات میشه. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع که آخرین صحبت های خود برای امت خود بیان میکردن، یکی از اجزای همو خطابه همو صحبت های از اونا بحث توجه کردن به حقوق خانم ها، حقوق خانواده، حقوق فرزندان. و یکی از او بحث ها که به صورت واضح میآیند به او توجه میکنن، بحث خود مسئله نفقه هست. پیامبر میفرمایند ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. میگم ای مردان، بر شما واجب است تا خوراک و پوشاک زنهای خدا به نحوه احسن و شایسته از او شما چی کنه؟ ادا بکنه. این پیامبر با تاکید میان بیان میکنن و طبق از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، از این حدیث هم به اثبات میرسه که بله باید مرد انمو مسئله وجوبت میاره که واجبه که باید نفقه خانواده خود بدون کدام ممانعت، بدون کدام منت، بدون کدام موضوع دیگری او را تأمین بکنه. و همچنان لحاظ اجماع علما، همگی علما اتفاق نظر دادن ولی مسئله که در طبق از حدیث و آیات اما مسئله وجوب مطرح میشه. و از لحاظ قانونی هم که ما در جامعه اسلامی هستیم و بعضی از وقتا خب مشکلات خانم مردم به محاکم یا دیگه نادها راجع میشه، قانون مدنی کشور ما در ماده 117 خود بیان میکنه که با عقد نکاح صحیح و نافذ تمام وقت نکاح صحیح و نافذ نفقه زوجه بر مرد لازم میشه. به این معنی که زمانی که دو شخص عقد نکاح میکنن و یک خانم تخت نکاح از او در میآید، پس از او به مبنای این ماده قانونی برای مرد واجبه که باید نفقه خانم خود پرداخت بکنه. تشکر جناب استاد. به علاوه از اینکه دلایل واجب بودن نفقه برای یک مرد اشاره کردین، آیا زمانی که میای واجب میشه خود نفقه بر دوش یک مرد، آیا خود توان مالی یک مرد هم در اینجا مد نظر گرفته میشه که یعنی زمانی که خود مرد آیا از توانایی برخوردار هسته که نفقه ای و اعضای خانواده بده؟ به کدام مسئله در این مورد اگر داشته باشه. بسیار سپاسگزارم. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردن که من دوست شما در رابطه در برنامه صحبت بشه، به خاطر اینکه از یک طرف میایم ما مطرح میکنی بحثی که شریعت اسلام، قوانین، احکام، حقوق میایه میگه که بر مرد واجبه که نفقه خانم خود یا همون فامیل خود پرداخت بکنه. و این مسئله هم روزه باید سرده شده که در بعضی از جا
باعث سوء استفاده از این موضوع بشه. به این معنا که بعضی از خانم ها یا بعضی از خانواده ها با اومد همکاری نمی کنند. به امو اصطلاح زبان مثال های قدیمی میگم سب ماهیم از درخت بید، یعنی تو مکلف هستی که کار میکنی نمیکنی، خاص و توقع ما را تو باید تعیین بکنی. چرا؟ که چون میگم به عهده تو واجبه. اما دین مقدس اسلام یک دینی هست که دین عادلانه هست، احکام از او همیشه به افراد قابل تطبیق و به دل انسان ها میشینه. به خاطر از اینکه با وجود از اینکه میاد یک مسئله مطرح میکنه که این موضوع واجب هست، اما میاد احکام دیگری هم ایجاد میکنه که همو شخص بتونه که همو مکلفیت خود طی همو احکام چکار بکنه، او ادا بکنه. یکی از احکام این هست که الله متعال میگه که بر حسب توانایی مرد او چیه؟ بر او واجبه که نفقه خانم خود پرداخت بکنه، نه بیشتر از توان مالی ما. یعنی در یک خانواده اعضای خانواده باید همیشه همو بودجه مالی زندگی خود بسنجن و آن به وقتی قرضو بیان از همسر خود یا اولاد از پدر خود بیایه مطالبه تامین نفقه و مخارج زندگی به خانواده بکنه. در حالی که امروزه در خانواده ما متاسفانه یکی از مشکلات ای هست که خیلی از وقتا ما بعضی از مصرف‌ها به زندگی خود میکنیم، اما نمیاییم بودجه زندگی خود یا میزان مالی خود سنجش نمیکنیم. اصلا توجه نمیکنیم که همین همسر ما کدام وظیفه داره، در ماه چقدر پول میتونه پیدا بکنه، یا وظیفه رسمی یا وظیفه غیر رسمی یا شخصی که معاش میگیره، اینا رو ما توجه نمیکنیم و میاییم بر حسب توقعات خود نیازهای خود مطرح میکنه. و می هست که خیلی از افراد هنوز معاش میگیرن، کسانی که معاش میگیرن به وسط بوش معاش کاملا تمام میشه، این از وسط بود هیچ دیگه همش قرض میکنن، قرض میکنن باز پول بعدی که میگیرن. به خاطر در کشور ما یک تعداد از خانواده هایی که از لحاظ مالی عقب میمونن و مرد هم به خاطر تامین نفقه فامیل خود مشکل برمی خوره، این مسئله غیر مصرف کردن بدون سنجشه. و قول شاعر که نفهمم شاید از سعدی هست یا دیگر شاعری، میگه به حال آن شخص باید گریز که دخلش بود 19 و خرجش بود 20. که این متاسفانه نمونه های از زندگی هایی که نه در امروز در تمام تاریخ زندگی بشر در بعضی وقتا همین گونه بوده. که نیاز هست که به خاطر از اینکه اگر ما میخواییم که بخواییم که هم مرد بتونه وظیفه خود تکلیف خود مبنی به تامین نفقه خود ادا بکنه و هم به خاطر از اینکه نظام از خانواده حفظ بشه و به خزداری و مشکلات بر نخورن و همونطور پسنداز برای خود فامیل داشته باشن، پس بهتره که ما بیاییم در تامین مخارج زندگی خود توان مالی در نظر بگیریم. یا اگر در یک مرد میخواد وصف توان مالی خود خرج بکنه، نباید اعضای خانواده از اون ناراحت بشن یا این موضوع باعث ایجاد تنش ها اختلاف ها بین زن و شوهر در زندگی باشه یا بین ایجاد سایر مشکلات ها اینا باشه و آرامش زندگی از اون از بین ببره. و مثلا توان مالی قسمه که من گفتم ای در اسلام سنجیده شده، در آیه که بیشتر تلاوت کردم در آیه 7 سوره طلاق، در آیه خداوند میگه که لیون فق زو ساعت من ساعتی، میگه باید شخص تامین نفقه بکنه از آنچه که در توانایی از او هسته. و در ادامه از او میگه که از آنچه که به او خداوند روزی داده. و به ادامه از او باز به تاکید از دو موضوع بعدی میگه خداوند کسی به شستوانه از او مکلف نمی کنه. یعنی اگر من درسته که او مکلفه که بیای نفقه فامیل خود تعیین کنه، اما بیشتر از توان خود مکلف نیست و اعضای خانواده نمیتونن بیشتر از توان یک مرد بیاین، او در چکار کنن؟ از او مطالبه تامین نفقه زندگی از او بکنه. باز ظرف دیگر که بین زندگی هایی که نو آغاز میکنن به خاطر مسائل مالی مشکلات ایجاد میشه، یا میخوام توصیه تر من به او دست خواهدانی که وقتی ازدواج میکنن، وقتی یک انسان قبول میکنن با همون شرایط، ایده همیشه در ذهن خود داشته باشن.
می حالا با یک فرد ازدواج میکنه که او فرد توانایی یا معاش از او در ماه 7-10 افغانی هست. او خانم باید از آغاز زندگی دلانوزادگی، مصارف، مخارج عروسی، بعض عروسی، بعض ازدواج همیشه ایده باید وقتی چیز قبول میکنه باید نباید بعد از او بیا بخاطر از اون مسائل همراهی همسر خود جنجال و تنش را نباید به زندگی خود ایجاد کنه. توی دو که در بعض خانواده ها متاسفانه وقتی که با وجود از اینکه امیر شخص میسر همسر قبول میکنه ولی بعد از او همواره بین زنانشار به خاطر مسائل مال ایجاد جنگ ها یا تنش ها رخ میده به خاطر از اینکه برای آنچه که ما باید تعهد کردیم و قبول کردیم امروز باید تعهد ما پایدار نیستیم. و از طرف دیگه از لحاظ قانونی هم در ماده 115 قانون مدنی کشور ما هم بیان میشه که میگن نفقه زوجی مطلق با توان مالی شوهر تامین میشه. یعنی در پلو از اینکه اول میاد قانون میگه که بر مرد مکلفه که تامین کنه نفقه فامیل خود، بعد به ادامه این مقید میکنه میگه بس که به توان مالی مرد هسته. یعنی اگر خانم داره تامین نفقه بیشتر میکنه حرف از او تا زمان قابل قبوله تا ای که به حسب توان مالی همسر از او باشه. پس بنابراین مسئله در نظر گرفتن توان مالی مرد در یک نظام زندگی سالم موضوع خیلی مهمی هست. باید بسیار به این قسمت توجه بشه و مرد به حسب توان مالی خود به خانواده های خود مصرف کنه. اما آن روی سکه که باز مشکلات دیگری هم از قبیل هست یا شکایت های کشان در بعض خانواده ها باشه این هست که بعضی از مدها با وجود که توان مالی اینا هست و مسائل خود یا به خانواده خود تامین مصارف زندگی نمی کنند و می خواهند مقدار پول برای خود کنار بکشند. درست مسئله پسندان داشتن در زندگی یک امر مهمی است، اما مسئله برطرف کردن نیازهای اولیه از خانواده هم موضوع خیلی مهمی هست. و در اینجا میبینیم اعضای از خانواده باز در نهایت سختی به سر میبرن وقتی که میایم نگاه میکنیم که مثلا اومد میکنه در ما یک لغفانی پیدا بکنه و ما در مصارف خود میایه در حد اقل در از افغانی به خانواده خود خرج میکنه. پس وقتی که ما از مسئله توان مالی صحبت میکنیم به این معنی که هم شخص که توان بلند داره هم شخص که توان پایین داره هر دو در حد توان مالی خود به خانواده خود مصرف بکنه. تشکر بسیار زیاد جناب استاد عزیز شما در برنامه. و اگر به عنوان آخرین گفتنی داشته باشیم در خدمت خیلی ممنون. آخرین گفتگوهای خود هرچند فکر میکنم وقتم زیق است، اینو میخوام بیان بکنم که در پلو از این که یک مکلفیت برمد هست مثلا تامین نفقه یک نوع فضیلت هایی هم داره که خود بحث فضیلت داشتن از این یک بحثی است که نیاز به گفتن بیشتر داره که انشاءالله در برنامه بعدی روی از این بیشتر صحبت خواهیم. ازم تشکر جناب استاد از حضور شما در برنامه و خدمه در برنامه آینده بیشتر روی موضوع نفقه صحبت میکنه. و تشکر میکنم از تمام بیننده های گرامی که تا کنون ما همراهی کردین. برنامه از رای وای موضوع به پایان میرسه. تا روز بعد شما رو به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم. شب و روز خیلی خوب و خوش باشه.